واقعا دلم نمیخواد که امروز ببازم. اصلا دلم نمیخواد که امروز ببازم. سلام، وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه لیتبول هستید و دوباره من تابان ابراز در کنار شما حضور دارم. امیدوارم که از برنامه امروز هم لذت ببرید. فراموش نکنید در جریان روزی که داریم برنامه رو نگاه میکنیم یا بیننده هستیم، در پایان کامنت های تان رو بنویسید در مورد برنامه و حتی بزنید مهمان برنامه امروزمان کی هست. هنوز هیچ امتیازی نداریم و گیم هم شروع نشده. مهمانی که امروز در کنار من حضور داره آقای همایون شمس‌خان، هنرپیشه و تهیه کننده در صنعت سینما هستند و امروز قرار است که بایشان گیم داشته باشیم و پرسش‌هایی هم داریم در مورد کار و فعالیت زندگیشان که ازشان خواهیم پرسید و پاسخشان هم می‌داشته باشیم. بازی رو شروع می‌کنیم، اما قبل از اون بعض مهمان خود می‌خوایم که اینجا بیاید. سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ ممنون که وقت گذاشتن اومدین در برنامه ما. تشکر از شما و از کلمات دوستای ما رو می‌دونم. اصلا ما خود از طریق رسانه شما برشان تقدیم می‌کنیم. ممنون شما. من می‌بازم یا می‌برم؟ نه، شما می‌برید. چرا؟ که برتون پیشترم گفتم ما زیاد پرکتیس نکردیم. شاید دفعه دوم ما باشه که بولینگ ما میکنم دیگه. ان شاء الله ما فکر میکنم که شما میبرید. کوشش خودم میکنم. که برنده شید. یک وارنینگ هست برتون. بله. آه، وارنینگ. خب پس بیاین عملی ببینیم. بازی رو شروع کنیم. سایز؟ پیش از اینکه بال سئو میکنین، من میخوام که کمی بیشتر در مورد همایون شمس‌خان برای بیننده ها توضیح بدین و ای که فعالیت سینمایی را، کار سینمایی را از کدام سال مشخصا شروع کرده؟ من بسیار از طفلی وارد سینما شدم، زیاد علاقه داشتم به خاطر فیلم سریال و چیزا. وقتی که از پروفشنل شروع کردم آن سکرین، البته تقریبا 8-9 سال میشه، منطقه پیل بیهیند سکرین تقریبا 15-16 سال است که من کار میکنم. تحصیلات در بخش سینما از تورنتو فیلم اکادمی من خارج شدم، علی که اکتر فور فیلم تی وی اند تلویزیون، اونجا رسما اینجا من خواندم در کانادا با دو تو بچلر در بزنس مارکتینگ مگرفتم. و حالا ببینیم که تابان خانم چی کار میکنه. خودم به خودم خانم بودم. چرا صنعت سینما رو انتخاب کردم؟ من میخواستم از خورترکی وارد سینما شم، در طور میخواستم که در بخش پروفشنالیزم رو ما بخوام، چرا که اون وقت بسیار لک داشت نداشته و من همیشه که فیلم های خارجی رو که میدیدم باز پس که در وارد سینما خود ما میشدیم زیاد مشکلات هم تفاوت میدیدم. باز من میگفتم کاش که کسی میدیم باشه که حداقل کمک چینجز بیاد. حداقل ما میفهمم که ما با هالیوود یا بالیوود نمیتونیم برسیم. yeah. و سالها و سرمایه کار شده بازم کم. اگر ما بتونیم در کسی با حداقل امون درست شم، اگر بخوانیم، اگر میاییم سنوی با شکل حرفی بسیار مهم است. We'll be right back.
مسیری که در شروعی کار داشتیم تونستن عملی بسازین یا نه در صنعت سینما، و بعدش سینمای افغانستان از دید شما در یک جمله چطور یک سینمایی هست در حال حاضر؟ تو سوال کردی کدوم سوال جواب؟ اولی رو جواب بدین، دومی رو جواب بدین. اولی کنم بسیار کم، مثلا چیزی که من میخواستم اگر از صد باشد تقریبا 30 یا 40% شاید اوجا ما رسیده باشد. هنوز کار زیاد مانده که اوجا ما برسیم، زحمت بکشم دیگه تا که اوجا برسیم. و سینما خو میفهم که یک بحر است و همین فیلم و دنیا چه کار میکنم کم است. ما پی کلان بیدید اگر یک افغان در امریکا یا در کانادا شیشتن یک فیلم افغانی اگر در افغانستان جور میشه زیادت فیلم ها فستیوال میره بسیار کم که وو میتونه بره در سینما سایی و مردم میرنده باشن، مردم ببینه مثلا او را کمرشلی ریلیس کنه. این چیز ما تانستم کنم مثلا فیلم نخواه که در افغانستان موجود کنه ما تانستم که او را در سینما های خارج ما ریلیس کنه. اوکی. و هر کس نه تنها افغان، هر کس بره تکت بگیره، کسی که فیلم یک هندی رو میگیره یا از فیلم ایرانی رو میگیره، فیلم آمریکایی رو میگیره، اما تو مثلا در بین زندگی نقاکش و کسی طرف سعی نکرد میره تکت میگیره فیلم میگیره. در یک جمله سینمای افغانستان در حال حاضر چطور فعالیت میکنه؟ از دید شما چطور سینمایی است؟ بسیار از دید ما فعلا سینمای افغانستان بسیار پیشرفته. بسیار پیشرفته. بسیار پیشرفته. چی میگم تواجان؟ چرا یک گفت من میزنم؟ کسی مثلا ما فعلا در جنب هستیم. فعلا که در افغانستان هر یک کار میشه بسیار گفت کلام هست. من به جیلان هستیم، من به جیلان هستیم. فعلا ما چیز نداریم. یک مارکت که به خاطر اتسلیم جور شده، یک سینما ما نداره که بسایی کال باشه که مردم ما برای رو ببینه. در صفر اینکه کسی کار میکنه بسیار گفت کلام هست. پس یعنی پیشرفت قابل دید داشتن و تلاش کردن 100%. خیلی خوب. فقط چند سانتی؟ پرسشی که نباید فراموشم شود، فیلم تورباس بیننده زیاده داشت در افغانستان، هندوستان و بیرون، شاید کشورهای زیاده تورباس دیدن. از دید شما مشکلی که در این فیلم در مورد کودکای افغانستان وجود داشت چی بود؟ چون انتقاد بیشتر هم در همین بحث شده بود و کیفیت خود فیلم که البته بیننده یک سری ضعف‌های خود داشت اما خوبی‌های خود داشت. و چرا این فیلم در خود افغانستان با کودک‌های افغانستان ساخته نشد که در یک کشور دیگه با یک تعداد کودک‌های دیگه که در نقش کودک‌های افغان بودن ساخته شد؟ بسیار سوال خوب کرده و من خواستم در باره صحبت کنم، چرا که من تنوز با اینترویو با در فیلم درباز من نکده با در زیره با بد کنم سعی کنم هر چیز ریل می باشه، فیک می باشه. دقیقا دوست هستم. یک دایرکتر هندی که باید فیلم جور میکنه سر یک بسیار یک کلچر مختلف، بسیار یک ملک مختلف جور میکنه، اما مزدابیس میشه، تفاوت همیشه می داشته باشه. اون چقدر که کوشش کنه، چون که خودش افغان نیست، یک خود فیلم در افغانستان جور نشده. ما در کرگستان مکمل افغانستان ما جور کردیم. کاستینگ مکمل شاید دو افغان باشه در خود فیلم تورباز، یکی ما بودیم یکی یک عمر پیشی دیگه بود. دیگه مکمل کاستینگ فیلم تورباز کلش هندی است. همشون هندی هستن. همشون هندی است. حالا سعی کنه شما گفتن چرا یک فیلم در افغانستان ساخته؟ من بخش مسئول از این پروژه بودم. من هم افغانستان مکمل فیلم که 40 کرور است او می آمد در افغانستان جور می شود. چقدر می بینید چقدر یک سرمایه کلان است که می آمد؟ 100%. پول خیلی زیاده هست. چقدر مردم در این مصروف می شود؟ چقدر پیسه به افغانستان می آمد؟ چقدر فایده به فرهنگ بود؟ چقدر به کلچر خود ما؟ چقدر هنر پیش شود؟ خود ما در این مصروف می شود؟ چون که مکمل فیلم سر افغانستان ما مسئول پروژه بودم، ما اومدیم، ما را کسی اطلاعات فرهنگ هندیو را ما چیز کردم که شما بیایی جور کنید در خود افغانستان ما جور میکنید. اگر در فیلم یگان صحنه ها را شما دیده باشید که بسیار صحنه های افغانستان را مشهود کردید مورا در فیلم که اگر تصویرهایی که از داخل افغانستان است مشهود کردید مورا مورد در فیلم اطلاعات فرهنگ اجازه نداد، وزارت خارجه اجازه نداد،
کنده ارگانه امنیتی ما ایجاده نوست. یا گفته شما بیاییم تا زمین امنیت زیاد ما نمیتونیم. گارانتی ما نمیتونیم. امنیت شانه نمیتونیم تأمین کنیم. تأمین کنیم. گارانتی نمیتونیم. ما میخواستیم که این وزارت خارجه یا امنیت ارگانه امنیتی شما رو بگه اولید شما یک هنرپیشی جهانی که من اقتصادیده داخل وارد افغانستان میشه او جی سیکوریتی کنم داره او امنیت کنم داره او حدی اقل کسی خود بگیرم یا اون گفت خواه سعی شما بیاییم مشکل نیست منطور زحمین نمیتونیم شما این برازی که ما سرکزت گرهتی زیر گرفتای ما نمیتونیم دو کنامت نیست شما نمید که در کدام فضا و کدام حالت ما هستیم در خواهیم دقیقا و لطفا تابان یک استرایک داشته باش منفی واقعا دلم نمیخواد که امروز ببازم. اصلا دلم نمیخواد که امروز ببازم. ببینیم چی میشه. هنوز شانس داریم. مشخصات یک فرد حرفه‌ای در صنعت سینما از دید شما چه مشخصات رو باید داشته باشه؟ یک، دو، سه، باید چه کار باید انجام بده؟ من چیزی که اولا میره بخوام که سینما چی باشه. وظیفه یک سینماگر چیز باشه. درست؟ دیگر اما چیزی که جور میکنه چقدر تاثیرات خودت در معاشره ما داره؟ ارتباطات اجتماعی یا در کل برای اجتماع ما؟ وقتی که یک هنرپیشه یا دایرکتور یا پروڈیوسر یا چیزی میکنه پر شاول سوالش اینه که جور میکنه که چی تاثیرات خود در جامعه ما داره و مردم درست این چیزا بسیار مهم سیدانه که هستن یک دایرکتور یک اکتر یک پروڈیوسر یک بخش هنرپیشه دنیا سینما باید یاد داشته باشه از لحاظ تخنیکی چی؟ ما یک فیلم جور کردیم سر تلفن آیفون اکس دیگه من هیچ چیز نداشتم نه ما ساوند من دارم یعنی با تلفن امراهتان آیفون اکس ما جو کردیم من نه لنز داشتم نه ما کدام بایسوب کامری که رد دراگن برش میگا داشتم نه کدام ستند داشتم نه کدام جولی داشتم هیچ چیز نه ما بودم تلفن که ما فیلم هم جو کردیم فیلمی که در دقیقه چیز داشتم زمانش در دقیقه بود بعد از او مایندست ما، کانسپت ما میخی تغییر کرد. بسیار زیاد تغییر کرد. یعنی با امکانات کمتر میشه که یک چیزه؟ با امکانات صفر مدار کار میگرم. یک چیزی که هست، ایدیت از اون ما زیادتر دوستای ما را تیم فیلم موجود کرده بود. این کانسپت از ده کی، کانسپت از ده قلب یا ده بکبون که میگه که بکبون از ده فیلم. بسیار مهم است. کانسپت نباشه و اون کنسپت که سر مردم چی تاثیرات خوده میکنن اگر خودت که تو دیر کامره یک لک سینمایی چیت کنی باز میسید محتوا کلید اساسی هست و اصل کار است خیلی عالی خیلی ممنون که در این مورد وضاحت دادین و تشکر از اینکه در برنامه آمدین تشکر از اینکه منم بردین و من باختم در هر صورت برنامه خیلی خوب بود سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین برام امیدوارم شما موفق باشین فیلمای خیلی خوبی داشته باشین برنامه‌های دیگه اگر چه پلانای کلام در موردش صحبت کردین که روی چی چیزایی در حال حاضر دارین کار میکنین موفق باشین واسم تشکر یک جان سپاسگزار شما و دوستایی که تا نوز مرحبایی کرد اگر خوش باشی عباد باشی مرا فالو کنی و خیر ایشون رو بخاطر کارهای بعدی من همراه من باشی عالی خیلی ممنون بازم تشکر از شما و سپاس از شما بیننده عزیز که برنامه لتس بال را دنبال کردین یک قسمت دیگه از برنامه به پایان رسید تا برنامه بعدی که دوباره در حضور شما قرار میگیریم با مهمان دیگه ای که ما انتخاب میکنیم شما هم میتونید در مورد مهمانان نظر بدین که چه کسایی رو دوست دارین در برنامه لتس بال داشته باشیم و همراهشان گیم بازی کنیم در اون صحبت در مورد کار فعالیت و زندگیشان داشته باشیم در هر صورت نظریاتتون رو میخونم و همیشان را تلاش میکنیم در برنامه جا بدم کانال یوتیوب زاویه میدیا زاویه موزیک زاویه کارتون را سابسکرایب کردم و زاویه نیوز را هم همچنان دنبال کنین
بیننده همیشگی زاویه باشین، دوست زاویه باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان و اساس زندگیتان انسانیت.